از اوزای کریپتوکارنسی یا نه دوباره بیت رفت بالا دیشب بود رفت بالای یه میلیارد تومن و خب جذابیت داره دیگه حسابی آدم کیف میکنه دیگه میبینه سرمایه گذاری کرده داره جواب میده از اون هم بحث اتر هست ریپل هم دیدین چند وقت اخیر یه گزارشی برای ازش اومده که میزان خرید و فروشش سه برابر گذشته شده تازه با همین محدودیت هایی که سک براش به وجود آورده و بحث حالا عددی هم که الان حدود 20 25 اه, 20 4, 5 سنت معامله میشه عدد عدد خوبی برای سرمایه‌گذاری البته این گزینه خیلی خوبی برای آدمایی که ریسک پذیر هستن واقعا آدمایی که میخوان یه مقدار کمتر ریسک کنن شاید XRP الان براشون جذاب نباشه ولی خب به هر حال کسایی که از گذشته خریدن میگه میدارن که قطعا یه سود خوبی رو از این بازار ببرن دیگه بالاخره کی فکر میکرد بیت کوین که هل... اول سال 80 90 تومن میتونستن بخرن ببخشید 42 42 دو... سن 22 سن مربوط به خیلی وقت شد اه, یه دفعه از 70 80 میلیون تومن برسه به محدوده یک میلیارد تومن و خب همچنان هم آمادگی این وجود داره که باز رشد بکنه خب در خصوص تحلیل حرفه ما یه سری صحبت رو قبلا با هم کردیم استراتژی رو دیدیم بهترین زمان رو برای خرید BTC رو با هم دیدیم اینها دقت داشته باشید که هی طی زمان خودشون رو اصلاح میکنن یعنی اینجوری نیستش که فرض کنیم که همیشه همین میمونه نه این پترنا تغییر پیدا میکنه همونطور که مثال بورسیش رو براتون زدم که مثلا چهارشنبه ها میفروختن شنبه ها میخریدن بعد عوض شد بعد دوشنبه سه شنبه شد بعد بازار از یه حالت مثلا دو روز منفی یه روز مثبت خارج شد یه بحث یه رفتارهای اینطوری داشت که این رفتارها نشد گرفته از حقوق... حالا تو بازار بورس حقوقی های بزرگ بود که باعث می شد که بازار رو هدایت کنه الان هم که دامنه نوسان از منفی دو تا شیش کردن حالا بعد ببینیم که از روز شنبه چه اتفاقی برای بازار سرمایه می امیدوارم که دوستانی که تو دو این بازار هنوز هستند بتونن یه سود خوبی شناسایی کنن یا حداقل سر به سر از بازار حالا بیان برای یه بیرون تا ببینن که فاکتورهای مهم و تاثیر گذار توی بازار سرمایه چه تغییری خواهد کرد تقاطع طلای مرگ که گلدن دس کراس بود که ما با هم دیدیم این خدمتتون عرض شود که جریان توی تحلیل تکنیکال هست و خدمتتون ار شود که ما بحثمون نیست تحلیل تکنیکال درس اما میریم رو تریدینگ ویو با هم اینو میبینیم امروز هم انشالله اگر عمری باقی بمونه در خصوص اشتباهات رایج سرمایه‌گذاری هم با هم دیدیم کسب اطلاعات م... حالا دیگه نمونه هاش بود من بیام پایین یه مقدار باید ما سرعتمون رو بیشتر کنیم ولی میدونم که یه جلسه بعد اضافه شه با توجه به حجم مطالبی که داریم با هم جابجا جا, جا کنیم اینجا خب توی اه... فصل دوم داریم در مورد شاخص های مهم و تاثیرگذار بر قیمت صحبت میکنیم از انواع اون میتونیم حالا این شش تا شاخصی که دفعه قبل با هم دیدیم رو یه بار دیگه مرور کنیم ارزه و تقاضا هست که خب اولین و مهمترین نکته در بازار کریپتوکارنسی همین عرضه و تقاضا رسانه های تاثیر گذار روی این هست رویدادهای های سیاسی که برش اتفاق میفته قوانین و رگولاتوری که تغییر میکنه تو مثلا چند وقت پیش چند سال پیش خیلی جدی شاید برخورد میشد با ماینرها بعد اومدن مجوز دادن حالا تو مجوزی که دادن بازی اصلاحاتی کردن و حالا بحث ماینری یک تیکه است بحث معامله گری هم اهمیت ویژه‌ای داره چون تا قبل شما یه سری وبسایتی داشتین که مثلا سطح سرویسشون خیلی پایین بود بعد یواش دیدن که میتونن فعالیت بکنه در قالب شرکت های دانش مونیون. این سطح سرویس رفت بالاتر تبدیل به صرافی های آنلاین شدن فورکو هافینگ هم که دیگه اصلا دو تا نکته مهم در حوزه کریپتوکارنسی هستش که باید همه دوستان بهش توجه داشته باشن زمانهای مناسبیه و برای خرید ارزهای دیجیتالی که به فورک و هافینگشون نزدیک میشن ما میخوایم بریم وارد مدل های قیمت بیت کوین و سایر رمز ارزها بشیم ای بحث مفصلی داریم اگر سوالی از جلسه قبل هست بفرمایید که من اینجا تا فرصت هست پاسخ بدم اگر سوالی که به درد همه میخوره پاسخ بدم و بعد بریم تو مرحله بعد البته هر سوالی رو پاسخ میدیم بحث اینه که از زمان بتونیم بیشتر استفاده در کنیم این بالا رایز هند رو بزنید من اکتیف کنم برای شما دسترسی رو که بتونید سوالتون مطرح کنید سوالی هست؟ های شاه محمدی دوستان صدای من میشنوند دیگه درسته؟ بله 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 خب عالی من یه لحظه احساس کردم که چیز نیست تو این اتفاق افتاده داشتم کل صحبت هم میکنم قطع شده روم اصلا <applause> همیشه میترسم من دو مثلا یه چیزی شده باشه خب بریم جلوتر پس آی شاه محمدی اگر میخواین که رایسن بزنید که صدای شما رو همه بشنوند بعد سوال مطرح کنیم بقیه دوستان هم در جریان قرار اگر نه که بذاریم آخر جلسه اگه فرصت شد خب من ادامه بدم شما باید رایز هند بزنید تا من دسترسی به شما بدم آقای محمدی من همینجا برای شما فعال کنم نهران شاه محمدی خب الان میکروفونتون باز آقای محمدی آی حالا من علم قیب ندارم که سوال آی محمدی سوال دارن بلکه دیشب یه سوالی مطرح کردن در خصوص یه سری اطلاعاتی که توی چیز وجود داشت من گفتم که سالت مطرح کنید یه بار دیگه اینجا بقیه دوستان مرور کنید بفرمایید خب ببخشید دیگه خیلی فرصت نداریم مدل های پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها آیا شما ها ای هم مشکلتون حل شد با پشتیبان تست بکنید بعد با هم این مدل های پیش بینی عملا چیه میگی که اسمش مشخصه پیش و بر اساس یک سری قواعد و فرضیات اومده خودش رو مطرح کرده و اینکه حالا از مثلا تکنیک های مختلفی استفاده کرده بر اساس مثلا دیتا ماینینگ داده, داده کاوی که در بین داده ها انجام میشه یا از ای آی استفاده کرده آرتفیشال اینتلیجنس یا از هوش که به حالا فا معادل فارسیش هوش مصنوعی میشه از این مدل استفاده کرد از اینها استفاده کرده و یه مدل درست کرده و بر اساس این مدل هست داره میاد چیکار میکنه به شما پیشنهاد میده که یا پیش میکنه روند سعودی نزولی یا رنج شدن بازار رو از نمونه های بارز این مدل ها که اکثرا بر اساس تعداد معامله و قیمت معامله نشأت میگیره و میتونیم به ابزارهای تحلیل تکنیکال اشاره کنیم اما یه جایی میرسه که یه سری فاکتورهای دیگه تأثیر گذار بر نوسان قیمت هستن که اینها هیچ کدوم ربطی به قیمت ندارن فاکتورهای دیگه توش تأثیر گذاره که من بارها بارها تأکید کردم که اگر مثلا کسی میخواد نسبت معاملگری چه دیلی تریدر چه به قول معروف اینوستور بیاد توی بازار کار بکنه فقط با تحلیل تکنیکال نمیتونه بره جلو بعضی ها میگن که این اتفاقات این تحلیل ها و این نکاتی که مثلا حالا مطرح میشه در حوزه کریپتو که خارج از تحلیل تکنیکال اینا در قالب تحلیل فاندامنتال شما نمیتونید یه دستبندی جدید برش ایجاد کنید در که تو تحلیل فاندامنتال میاد کسب و کار رو نگاه میکنه شرایط شرکت رو نگاه میکنه یا حالا مثلا شرایط کوین رو نگاه میکنه مقایسه میکنه قوانین و مقررات اتفاقاتی که تو اون کوین و توکن افتاده می... یه خورده جنسش با این فرق میکنه اون جنس جنس تالیف یه جوری چی هست بیشتر وضعیت شرکت مدیریتی داره نگاه میکنه اقتصادی نگاه میکنه ولی در که ما نمیخوایم بریم دنبال این از مدل های معروف که من خواهش میکنم دوستان اگر کاغذ و قلمی کنارشون هست فارغ از اینکه داریم اینجا میبینیم این پرزنتشن هم اینجا آپلود شد شما میتونید ازش استفاده کنید حتما یادداشت بکنید چون اینا خیلی اهمیت داره و ما باهاشون گیریم امروز هم من فکر میکنم اگر خیلی شانس بیاریم این تا مدل تا آخر ساعت بتونیم ردش کنیم با هم یه بار مرور کامل داشته باشیم S2F که اصطلاحاً استاک تو فلو بهش میگن یکی از مدل های اینا چهار تا مدل مدل های بحث برانگیزه شما شاید گوگل هم بکنید بگی که مثلا سه تا مدل دیگه هم هست دو تا مدل دیگه هم هست بله اما مدل های بحث برانگیز و معروف تر و که تا الان تونسته تا حدودی هم جواب بده این چند تا مدله که خب بدیهی که شاید در آینده نزدیک به اینها اضافه هم بشه یا از این لیست چیزی خارج بشه که یه نمونهشو با هم امروز که پاش لب مرزه است. استک تو هست در خصوص این من در کانال یوتیوبم یک تعدادی ویدیو قرار دادم شما میتونید از اون ویدیوها استفاده بکنید رایگان هست اما بحثی که اینجا داریم خیلی کاملتر اونها به عنوان مثلا محتوای کمک آموزشی مکمل کلاس میتونید بهش نگاه کنید بحث امواج الیوت هست که توی کانال آپارات ثروتیار باز هم اونجا به رایگان حجم قابل توجهی ویدیو به اشتراک گذاشته شده حتما ببینید یه مرتب بهش بعد مسلط بشین عمیق شین توش ببینید من میخوام بگم شما یه حدی رو باید بدونید نمیخوام خیلی درگیرت کنم که بری سراغ تحلیل صرف هر کدوم از اینا بخوای بری توش عمیق میشه اصلا فقط شما خیلی حرفه بشین تو یه دونه زمینشه میخوام یه خورده عملیاتی تر نگاه کنیم بریم سمت معامله‌گری وارد بشیم هایپر ویوز و رینبو که این چهار تا مدل مدل های معروفی تو این زمینه هستن ببینید مدل استاکتوفلو که به فارسی تعبیر شده به ترجمه شده به مدل موجودی به جریان همونطور که روی این عکس میبینید که حالا این عکس من بعد براتون به اشتراک میذارم این فایل میذارم که و سایتش اصلا میدم که بتونید ازش استفاده بکنید همونطور که میبینید یه مسیر حرکتی قیمت در خصوص بیت کوین رو پیش بینی کرده و رسیده و همچنان میگه این عدد زیاد میشه و اونایی که به شاید مثلا شما بالاترین عدد پیش بینی قیمت بیت کوین که شنیدین چند چقدر دلاره 140 هزار تا 60 تا یک میلیون یک میلیون نبود بیشتر آره درسته یه میلیون دلار اتفاقا امروز در که این دوستان داشتیم صحبت میکردم مثلا همین بحث ها رو مدل اسوی بود داشتیم با هم حالا یه گپی میزدیم منم داشتم یه مقدار محتوای کلاس رو دستکاری میکردم که یه چیزایی بهش اضافه کنم دقیقا همینه شما در پایان یعنی با شروع 2026 شاهد این هستی که میتونه بره تو کانال یک میلیون دلار و این عدد عدد قابل توجهیه بعد به من میگفتش که واقعا چیکار چجوری میشه مثلا از این بازار گین گرفت و چقدر ما عقب موندیم که دوباره همونو گفتم 1309 تا بیت کوین یک دلار بوده ما کجا بودیم و الان قیمت به این میرسه و بعدها به یه همچین قیمتی واقعا شاید بهترین سرمایه گذاری یک خاندان بتونه این باشه که بتونه گین خوبی تو این بگیره کما اینکه الان این فرصت ها وجود داره من بازم تاکید میکنم هر چیزی که من میگم فقط نظر شخصی منه و اگر کسی میخواد بر اساسش بخره باید ریسک خودش رو در نظر بگیره چرا چون من ریسک خیلی متفاوت تر از بقیه آدم هاست و اون تست MBTI که آقای جوادی پور اشاره کردن قطعا توی ادامه کلاس که تو محتوای پتمان آخر آخر این دوره هم میشه یه بحث مفصلی در مورد تیپ ها داریم و اینکه کدوم تیپ ها توی کریپتوکارنسی و اصلا تریدینگ میتونن موفق تر باشن اون اسلاید رو من حواسم هست که کامل بهش برسم و خدمتتون عرض شود که این ریسک پذیریه شاید الان